به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. زلزله به بزرگی 6.3 در حوالی سر پل ذهاب. مردمی که هنوز درگیر پیامدهای زلزله پارسالند وحشت زده به خیابان ها رفتند. تأیید توافق خروج بریتانیا در اتحادیه اروپا، رو در روی با مخالفان توافق در پارلمان، چالش بعدی تریزا می. روز همداستان شدن بریتانیا و اتحادیه اروپا، هر دو طرف میگویند این بهترین و تنها توافق ممکن است. در ادامه این برنامه، ناکامی پیام رسانهای ایرانی در جذب کاربران. وزارت ارتباطات میگوید دیگر حمایت ویژه نمی کنیم، پیام رسانها دولت را مقصر می دانند. و رواج سوء مصرف مسکنی که 100 برابر از مورفین قوی تر است. پلیس ونکوور میگوید هر جا که مورفین خریدار دارد، دیر یا زود بازار فنتالین داغ می شود. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. شبتون بخیر، نگین شیراقایی هستم. لحظاتی پیش خبر رسید که زلزله به بزرگی 6.4 سر پل ذهاب در استان کرمانشاه رو لرزونده مرکز زلزله نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. گزارش کرده که مرکز این زلزله در 17 کیلومتری سر پل ذهاب، 18 کیلومتری قصر شیرین و 33 کیلومتری گیلان غربه. این زمین‌لرزه در مناطقی مثل کرمانشاه، سنندج، همدان، ایلام، تبریز و بعضی از شهرهای استان آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل حس شده. خبرگزاری همچنین گزارش دادن که در عراق هم در شهرهای مختلف از جمله بغداد که پایتخت و اربیل هم زمین‌لرزه حس شده. فرماندار قصر شیرین به ایرنا گفته که چند نفر از زخمی ها به بیمارستان منتقل شدن. گزارش شده که دست کم 130 مصدوم به بیمارستان ها مراجعه کردند که جراحات اکثر اونها تا اینجا سطحی. گزارش شده برای همین موضوع گفتگویی داریم با بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری مکریان از کردستان ایران. با ما آقای خوشنام، چه اطلاعات تازه‌ای دارید؟ درود بر شما. ساعت 8:07 امشب 4 آذر ماه زلزله‌ای به قدرت 6.4 در مقیاس ریشتر بخشی از استان‌های غربی، جنوب غربی و شمال غربی و حتی مرکزی ایران را لرزوند و میگن که این زلزله در منطقه خانقین عراق هم خیلی شدید بوده. خوشبختانه تا این لحظه خبری از کشته یا جان باختن کسی به آژانس خبری مکریان نرسیده. این زلزله در عمق 7 کیلومتری بوده و به شهرستان سرپل ذهاب بسیار نزدیک بوده که پارسال هم در همین مناطق شاهد زلزله بودیم. شما خودتون حس کردید این زلزله رو؟ بله، امشب کاملا حس میشد زلزله در این مناطق، به صورتی که لامپا و لوسرها و درها و شیشه ها میلرزید. همه مردم سراسیمه ریخته بودن به خیابون و کوچه ها با همون لباسی که تو خونه باهاش راحت هستن و به صورتی بود که بعد اینکه به خونه هم رفتن با پوشیدن لباس و سوار شدن به ماشین هاشون در سطح شهر دارن دور میزنن و پمپ بنزین هم بسیار شلوغه. شما در گفتگوهای قبلی که ما با شما داشتیم اطلاعاتی از وضعیت سرپل ذهاب داشتید، جایی که خب حدود یک سال پیش شاهد زلزله بود. آیا این که مردم شاید یک زلزله بودند، این که اونجاها کانکس گذاشته شده بود، چادر گذاشته شده بود، میتونه حاکی از این باشه که ابعاد تلفات و خسارات ممکن کمتر باشه؟ خوشبختانه عرض کردم فعلا تا این لحظه خبری از جان باختن هموطنانمون در دست نیست، ولی ظاهرا بیش از 100 نفر به خصوص در شهرهای گیلان غرب و از سرپل ذهاب و قصر شیرین، اونم به علت فرار از وحشت زلزله مصدوم شدن که به صورت سرپایی درمان شدن. عکس ها و خبرهایی که به آژانس خبری مکریان رسید تا این لحظه حاکی از اینه که بسیاری از دیوارها ترک برده،
شیشای ساختمون‌ها و حتی ساختمان‌های دولتی، از جمله جهاد کشاورزی شهر سرپل ذهاب، بانک مسکن در گیلان غرب، اینا شکسته و مردم هم فعلا از ترس تکرار شدن حادثه پارسال به خونه‌هاشون بر نگشتن. ممنونم از بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری محلی مکریان از کردستان ایران با ما. همونطور که اشاره شد، بر اساس گزارش ها از ایران، زلزله به بزرگی 6.4 درجه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه و حوالی اون رو لرزونده. همینطور دقیقه پیش خانم نرگس کلباسی هم که تا اون منطقه داره کار میکنه و بازسازی زلزله رو کمک میکنه، میگه که خیلی سخته الان بگن که دقیقا تعداد زخمی ها و کشته ها چطوره، بخواهی که بسیار از مناطق روستایی و هوا تاریک و حالا دسترسی به اونها دچار مشکل شده. نرگس کلباسی یک مؤسسه خیریه داره و مدت هاست که در اونجا سرگرم امدادرسانی بوده، کمک بوده به کسانی که زلزله زدن. ممنونم. به محض اینکه اطلاعات تازه‌ای به دست ما برسه حتما با شما در میون خواهیم گذاشت. و 27 رهبر اروپایی بر سر سندی توافق کردند که طلاق‌نامه چند صد صفحه‌ای است میان اتحادیه اروپا و بریتانیا. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا میگوید نمیتوانیم این جدایی را با پیاله شراب جشن بگیریم، اگرچه تاکید کرد که این توافق تنها توافق قابل قبول است. ولی هنوز تا قطعی شدن پایانی تلخ میان بریتانیا و اتحادیه اروپا راهی دراز مانده. سند خروج از اتحادیه اروپا باید در پارلمان اروپا و مجلس بریتانیا تصویب شود. نه تنها احزاب مخالف، بلکه شماری از نمایندگان حزب حاکم در کاخ وستمینستر در لندن هم با این سند همراه نیستند. اعتبار بریتانیا و آینده اروپا در بوته آزمایشی دیگر. بهرنگ تاجدین خبرنگار ما از محل نشست در بروکسل با ماست. بهرنگ، به نظر میاد که اتحادیه اروپا یا رهبران اروپایی پیام خودشون رو منتقل کردن و حرفشون رو زدند. دقیقاً جمال، از یک سال و نیم پیش که مذاکرات بین بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره این توافق شروع شد و حتی از قبل‌تر از اون، از وقتی که همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا رأی آورد، ما شاهد این بودیم که رهبران اتحادیه اروپا و رهبران بریتانیا دو حرف مختلف رو می‌زدن، رقیب هم بودن. یکی میگفت الان روزه، اون یکی میگفت نه شما دروغ میگی الان شبه. ولی برای اولین بار امروز شاهد این بودیم که دو طرف، یعنی هم اروپایی ها و هم بریتانیا، یک حرف رو میزدن. جفتشون تأکیدشون بر این بود که این توافقی که بعد از این پروسه طولانی 19-20 ماهه به دست اومده، نه تنها توافق ممکنه، که بهترین توافق ممکن هم هست. این در شرایطی که به نظر میاد کار تصویب این توافق در مجلس بریتانیا خیلی مشکل یا شاید حتی ناممکن باشه، و اگر اون توافق تصویب نشه، بریتانیا ممکنه 4 ماه دیگه، 29 مارس 2019، بدون هیچ توافقی از اتحادیه اروپا بیرون بیاد، چیزی که خیلی ها بهش ازش به عنوان افتادن از لبه پرتگاه یاد میکنن. یا اینکه ممکنه بخوان مخالفان این توافق نخست وزیر رو قانع کنن که دوباره برگرده به میز مذاکره، ولی اروپایی ها گفتن این همینه که هست، چیز دیگه ای نیست. حالت بعدی اینه که بریتانیا مجبور بشه یک همه پرسی دیگه درباره آیندهش بذاره، که دولت خانم می اعلام کرده تا وقتی ترزا می نخست وزیر هست این اتفاق نمیفته و رفراندوم دیگه ای در کار نیست. یعنی به نظر میرسه 2-3 هفته دیگه که این توافق به مجلس بریتانیا بره و اونجا بخوان در موردش صحبت کنن، اگر توافق رأی نیاره هیچ کس نمیدونه آینده چی میشه. اما مسئله مهم اینه که همین که امروز تونستن به این توافق برسن و تایید رسمی این توافق، تایید رسمی اتحادیه اروپا پای این توافق باشه، گام مهمی در راه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. چکشکاری توافق برگزیت یک سال و نیم طول کشیده، ولی کم نیستند کسانی که چشم دیدنش را ندارند و جلوی مقر اتحادیه اروپا جمع شده بودند تا آتش خشمشان را به رخ رهبران اروپا بکشند. رهبرانی که بعضی هایشان تهدید کرده بودند که نشست را بایکوت می کنند، ولی دست آخر یکی یکی روی فرش قرمز پا گذاشتند، همه با یک پیام:
من به این توافق رأی میدم چون این بهترین توافق ممکن برای بریتانیا است. به نظرم هیچ کس برنده نشده، همه باختیم چون بریتانیا داره خارج میشه، ولی این نتیجه متوازن و بدون برنده سیاسیه اما قابل قبول. وقتی رهبران 27 کشور جمع شدند، کل مذاکراتشان تنها نیم ساعت طول کشید. آنها در نهایت هم توافق 585 صفحه‌ای خروج و هم بیانیه سیاسی درباره روابط آینده را تایید کردند. توافق خروج حقوق قانونی حدود 1 میلیون بریتانیایی ساکن بقیه کشورهای اتحادیه اروپا و نیز 3 میلیون اروپایی مقیم بریتانیا را تضمین می کند. مشخص می کند بریتانیا چقدر باید پس از خروج به اتحادیه اروپا بابت تعهدات مالیش بپردازد و نیز شامل تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است. در کنار توافق خروج، یک بیانیه سیاسی درباره روابط آینده دو طرف هم منتشر شده که طبق آن بریتانیا و اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند تجارت کالاها را آزاد نگه دارند، به همکاری در حوزه‌های نظیر امنیت و سیاست خارجی ادامه بدهند، ولی مهاجرت آزادانه نیروی کار بین دو طرف خاتمه می‌یابد. دولت بریتانیا این نشست و تایید توافق از طرف اتحادیه اروپا را یک موفقیت بزرگ تلقی می‌کنه، چرا که برخلاف پیش‌بینی‌ها نه مذاکرات در هیچ مرحله‌ای به بنبست جدی خورد و نه کار به دقیقه 90 کشید. ولی در داخل بریتانیا هم احزاب مخالف دولت از این توافق ناراضی‌اند و هم ده‌ها نفر از نماینده‌های هوادار دولت. به همین خاطره که خیلی ها پیشبینی میکنن ترزا می نتونه این توافق رو به تصویب مجلس بریتانیا برسونه. همین است که برای افزایش فشار به نمایندگان برای تصویب توافق، او در صحبتهایش مردم بریتانیا را مخاطب قرار داد. در هیچ مذاکره شما به همه خواسته هایتان نمی رسید. باید منافع حیاتیتان را معلوم کنید و سرشان بیستید. ولی آماده باشید در موارد دیگر کوتاه بیایید. فکر می کنم مردم بریتانیا این را می فهمند و می توانند ببینند که این توافقی خوب است و همه باید برای منافع ملی ما از آن حمایت کنند. اتحادیه اروپا بعد از 1.5 سال چانه زدن از موضع رقیب، حالا دست دوستی دراز کرده. ما فرایند دشوار تصویب توافق و مذاکرات درباره آینده را در پیش رو داریم، ولی فارغ از اینکه به چه نتیجه برسیم یه چیز مشخصه: ما تا روز آخر دوست میمونیم و یک روز هم بعد از اون. ترزا می میداند که این نشست بیش از آن که پایان راه باشد، خان اول در هفت خان خروج از اتحادیه اروپا است. سربالایی تازه شروع شده. بهرنگ تاجدین، BBC، مقر اتحادیه اروپا در بروکسل. گفتگویی در همین باره داریم با نامدار بقایی یزدی، عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا اینجا در استودیو. آقای بقایی مخالف برگزیت هستند و معتقدند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا لطمات سنگینی رو به اقتصاد و به خصوص به جایگاه آکادمیک بریتانیا در دنیا خواهد زد. و همینطور فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا از آکسفورد، با ما. آقای جهانپور معتقدند بعد از رفراندوم یا همه پرسی برگزیت این طرح باید ادامه پیدا بکنه و برگزیت لزوماً هم به جایگاه بریتانیا در دنیا لطمه نخواهد زد. اول از آقای بقایی میپرسم. آقای بقایی، دو طرف میگن که قانع شدن، ولی ضمن اون میگن که این توافق برنده نداشته. چرا؟ ببینید، برای اینکه واقعا اگر به همه جوانب این امر نگاه بکنیم، همونطور که خود اتحادیه اروپا هم گفتن، واقعا امروز روز شادی نیستش برای هیچ کس، نه برای اروپا و فکر میکنم برای انگلستان. خانم می حالا فرمودن که من این سهیم نیستم در این غمی که اروپا داره، ولی خب این به نظر من میخوان یه مقدار چهره خودشون رو حفظ بکنن و به قول معروف آبروی خریداری بشه از این نظر که این موضوع رو بیان کردن. ولی به نظر من اگر نگاه بکنیم و طولانی مدت اگر در نظر بگیریم،
ممکنه که در آینده این وضعیت برکسیت به نفع انگلستان هم بشه، ولی در مسلماً کوتاه مدت نمیتونه اثر خوبی روی بسیاری از موارد مختلف، به خصوص وضعیت اقتصادی، به خصوص وضعیت آکادمیک و ریسرچ که من بیشتر خودم در اون رشته هستم و کارم تحقیقات و کار آکادمیک هستش، میتونه داشته باشه. آقای جهانپور، ما البته گزارشی داریم که بعد از گزارش بحث رو ادامه میدیم، ولی در همین جا بسیاری میگن که تریزا می داره قمار میکنه. خب این قمار در حقیقت کار خانم تریزا می نیست، منتها کار نخست وزیر قبلی بود که این رو به رفراندوم کشوند، چون که در انگلستان همونطور که اطلاع دارین رفراندوم بسیار نادره، خصوصا وقتی که درباره یک موضوعی به این بغرنجی و پیچیدگی مثل اروپا که آیا میخوایم بمونین یا نه، خب این یک سوال بسیار بی سر و ته است در حقیقت. و تبلیغاتی که بر علیه اروپا شد در انگلستان، در بریتانیا، در حقیقت برای تمام مدت چندین سال قبل از اون بسیار منفی بود، و خب نتیجه این بود که مردم به هر حال رأی دادن و اکثریت اعضای پارلمان گفتن که این رأی رو میپذیرن. به نظر من راه دیگری نیست مگر اینکه این رأی رو بپذیرن. چون ببین اگر این باز برگردیم به یک رفراندوم دیگه، یا همین وضع تکرار بشه یا حتی معکوس بشه، تعداد افرادی که میخوان بمونن اکثریت بشن، این چه اثری بر روی کسانی که شکست میخورن خواهد داشتن، اونا رو به طور کلی از سیاست وازده میکنه. این است که یک قمار بزرگی بود، نباید می شد، ولی حالا که شده دیگه این آب ریخته رو نمیشه برش کرد. در بریتانیا وقتی که صحبت از برگزیت میشه، بیشتر البته به تأثیرات این اتفاق بر روی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در همین کشور پرداخته میشه، حالون که در هر جدایی یا طلاقی اون هم از نوع سیاسی ممکنه که سود و زیان دو طرف رو باید در نظر گرفت. مهدی بگی در گزارشش نگاهی کرده به نقش بریتانیا در معادلات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و سود و زیان‌های احتمالی برگزیت برای این اتحادیه. 23 ژوئن سال 2016، پیروزی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و قدم گذاشتن بریتانیا در مسیری پرپیچ و خم. راه بازگشتی نیست. بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. تصمیمی که در ابتدای کار واکنش‌های تندی را از سوی اعضا و مقام‌های اتحادیه اروپا در پی داشت. عضویت در اتحادیه اروپا حقوق و مزایایی داره. کشورهای غیر عضو نمیتونن چنین حقوق و مزایایی داشته باشند. اگه خانم می برگزیت سخت میخواد، مذاکرات هم سخت خواهد بود. 29 مارس 2019، یعنی حدود 4 ماه دیگر، اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود. طلاق در شرایط ایدال از نوع توافقی، آنچه به برگزیت نرم شهرت دارد. اما از روز 30 مارس 2019، اتحادیه اروپا و 27 عضو باقی مانده اش سر جایشان هستند و هنوز با بریتانیا کار دارند. بریتانیا هم همینطور. اما قواعد بازی تغییر خواهد کرد. حالا اعتبار و اهمیت بریتانیا برای اتحادیه اروپا چیست؟ بریتانیا 13% جمعیت اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد. طبق آمار 2016، حق عضویتی 17 میلیارد دلاری می‌پردازد. 16% از تولید ناخالص اتحادیه اروپا هم متعلق به بریتانیا است. بریتانیا 5 قدرت اقتصادی جهان است و در کنار آلمان 4 و فرانسه 6 قدرت اقتصادی جهان کمک می‌کند که اتحادیه اروپا بالاتر از آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی جهان قرار بگیرد. برگزیت اما آمریکا را بار دیگر در صدر قرار خواهد داد. علاوه بر اینها بریتانیا از اعضای دائم شورای امنیت است و حق وتو دارد. مجهز به تسلیحات اتمی است و در معادلات نظامی بازیگری تأثیرگذار است. همین ویژگی ها باعث شده تا از زمان اعلام نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 2 فکری عمده در مورد تأثیر خروج بریتانیا بر اتحادیه اروپا شکل بگیرد.
گروه اول میگویند فردای برگزیت دنیا دگرگون می شود و گروه دیگر میگویند آب از آب تکان نمی خورد. اولی ها میگویند با خروج بریتانیا تابوی خروج یکی از اعضا از اتحادیه اروپا شکسته می شود. در پیمان لیسبون احتمال خروج پیش بینی شده بود اما تا به حال اجرا نشده بود. اما حالا ماجرا جدی است و بریتانیا در مسیر جدایی قرار گرفته. این گروه میگویند بعد از برگزیت ممکن است فرگزیت خروج فرانسه، نگزیت خروج هلند و چگزیت خروج جمهوری چک از اتحادیه اروپا در راه باشد. ایده‌ای که اروپا گریزها به آن دامن می‌زنند، گروهی که همواره نگران کاهش اختیارات کشورها و تضعیفشان توسط اتحادیه اروپا هستند. اما گروه دوم طرفداران همگرایی هستند و آنها که خروج بریتانیا را برای اتحادیه اروپا مثبت می‌بینند. بریتانیا همواره در تصویب قوانین اتحادیه اروپا به عنوان چوبی لای چرخ دیده می شده و همیشه سعی می کرده خود را از قوانینی که به نفعش نیست مستثنا کند، از جمله در مسائل امنیتی و سیاست خارجی. از زمان برگزاری همه پرسی خروج بریتانیا، احزاب ضد مهاجرت در سراسر اروپا قدرت گرفتند. اگر احزاب ضد مهاجرت در آلمان و فرانسه حمایت بیشتری جذب کنند، ممکن است آینده اتحادیه با چالشی جدی روبرو شود. مهدی بگی، بی بی سی. گفتگو رو با میهمانان برنامه ادامه میدیم. آقای بقایی، به نظر میاد که این طلاق توافقی که در گزارش بهش اشاره شد برای هر دو طرف بی پیامد و بی هزینه نیست. بله، ولی اونطوری که بیشتر اقتصاددان‌ها اشاره کردن بهش، ضررش برای بریتانیا بزرگتر خواهد بود تا اروپا. ببینید، اروپا اقتصاد دومین اقتصاد جهان هستش. اتحادیه اروپا 20 تریلیون دلار در سال گذشته اقتصاد کل اروپا بوده، یعنی دوم بوده در جهان بعد از چین که 23 تریلیون دلار بوده. در نتیجه شما نمیتونید از یک اینطور بلوک بزرگ اقتصادی بیرون بیاید و فکر بکنید که خب هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و بقیه جهان درش به روی ما باز هستش. این متاسفانه فکر نمی کنم درستی باشه. بایستی این رو نگاه بکنیم که یک مقدار این در حقیقت این وضعیت برگزیت که پیش اومد و این موضوع انگلیس ها رو یک مقدار بریتانیا ها رو برگردون به اون در حقیقت منتالیته یا طرز فکر جزیره ایشون برگردوند و که خودمون باشیم، حاکمیت ملی خودمون رو داشته باشیم، با کسی دیگه مرتبط نباشیم، همش روی پای خودمون بایستیم و خودمون کار خودمون انجام. متاسفانه جهان یه خورده فراتر از اون رفته، دیگه در دوران گذشته نیست بریتانیا که بتونه این کارها رو انجام بده. ولی خب هم بایستی پیش بریم و ببینیم به چه صورت. به نظر من این توافق نامه رو بایستی ادامه بدن و ببینیم به کجا میکشه. آقای جهانپور، به نظر میاد که کار از این حرفا دیگه گذشته، طلاقی است که باید انجام بشه و در هر صورت دو طرف هم پای پیامدهاش بیستند. از نظر شما بریتانیا چقدر ممکنه زیان بکنه؟ خب مسلم بریتانیا زیان خواهد کرد، همونطور که آقای بقایی گفتن. نسبت به اتحادیه اروپا انگلستان خب وزنه کوچکتری است، ولی انگلستان بریتانیا یک نکات قوتی هم داره که اونها رو نباید ندیده گرفت. اولا رابطه بسیار نزدیک با آمریکا داره و ممکن که این رابطش رو تقویت بکنه. ثانیاً در مرکز کشورهای مشترک المنافع از 57 کشور دنیا، از جمله کشورهایی که در حال توسعه شدید هستند و سریع مثل هندوستان. ثالثاً به قول پنج چشم، یعنی کشور انگلیسی زبان جزء بازار مشترک، یعنی از کنم که کانادا، نیوزیلند، استرالیا و غیره، این است که انگلستان یک مزایا و امکانات زیادی رو داره. ببینید، در قبل از موقع بحث‌های درباره این برگزیت دو گروه باش مخالف بودن. یکی دست راستی‌های خیلی افراطی که اینها می‌خواستن برگردن به دوران عظمت گذشته و معتقد بودن که می‌خوان مستقل بشن، که گویا اینکه استقلالشون رو از دست داده بودن. یک عده دیگه بودن چپی‌های افراطی که معتقد بودن که جامعه اروپا در حقیقت چه یک جامعه سرمایه‌داری و یک دکان بسته که خیلی نزدیک است به آمریکا.
من در البته خیال میکنم که در کوتاه مدت بدون شک این خروج انگلستان از اتحادیه ضررهایی رو براش خواهد داشت و هم برای اتحادیه اروپا، ولی خیال میکنم که در دراز مدت بریتانیایی‌ها، انگلیسی‌ها قادر خواهند بود که باز مثل گذشته به عنوان یک کشور نمونه ظاهر بشن. آقای بقایی، شما معتقدید که خب لطمات سنگین خواهد بود برای بریتانیا؟ آقای جهانپور اشاره کردن که خب ممکنه که به گونه دیگر هم تصور کرد. در برای مردمی که در اینجا زندگی میکنند در کوتاه مدت شما گفتید که زیانه، در دراز مدت چی؟ خب همونطور که جناب جهانپور هم گفتند، واقعا منم با این حرف موافقم که کوتاه مدت میتونه ضرر و زیانی باشه، ولی بلند مدت میتونه به هر حال اقتصاد کوچکی نیست انگلستان. حالا میگیم پنجمین اقتصاد در حقیقت جهان هست، ولی رتبهش پایین تر اومده مسلماً الان ظرف همین دو سه سال اخیر. و ولی خب ببینید اتفاقاتی که خواهد افتاد از نظر کوچک شدن اقتصاد در حقیقت به طور کوتاه مدت، این رو نبایستی فراموش کنیم، ولی خب بلند مدت میتونه این خودش رو ترمیم بکنه و جبران بکنه. ولی موارد بسیاری هستش که الان در حال حاضر هم دیده میشه از پراپرتی مارکت، بازار خانه مسکن در حقیقت نگاه کنید، وضعیت میگم کارهای در حقیقت اجتماعی، فرهنگی و بسیاری مسائل دیگه، و به خصوص باز من برمیگردم به مسئله کارهای تحقیقاتی و آکادمیک و اون رابطه نزدیکی که انگلستان با اروپا الان داره در حال حاضر و از بورسیه هایی که استفاده میکنن. اینها ممکنه که ادامه پیدا بکنه، ولی به چه شکلی بعد از سال 2020 که اون دوران انتقال یا اون دوران گذار رو بایستی بگذرون انگلستان، واقعا نمیدونیم به چه صورت خواهد شد. آقای جهانپور، خانم مرکل و همینطور آقای مکرون در اروپا خیلی وضعیت رضایت بخشی ندارن. با این اوصاف آینده اونها چی میشه، یا آینده در حقیقت اتحادیه اروپا؟ ببین، البته این به نظر بنده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ضربه بسیار مهلکی بود، در حقیقت مهلک نباشه ضربه بسیار سختی بود برای جامعه اروپا. برای که ببینید الان از این در دو سال گذشته که انگلستان خارج شده، نهضت‌های جدایی خواهی و جدا شدن از اروپا، اتحادیه اروپا خیلی زیاد شده. می‌بینید که الان در ایتالیا، در فرانسه، حتی اون گروه‌های نشنال فرانت، در خود آلمان این گروه‌های استرات دویچلند برای خودش چی میگم که آلترناتیو، حتی در سوئیس و در کشورهای مختلف تعداد زیادی افراد پیدا شدن که میخوان خودشون رو از اتحادیه اروپا جدا بکنن. من همون چیزی که در مقدمه اخبارتون گفته شد باش موافقم، یعنی انگلستان همیشه یک کمی آبروی آمریکا رو در اتحادیه اروپا بازی میکرد. شاید با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بتونن انسجام داخل اتحادیه اروپا رو قوی تر بکنن، و اگر این عمل انجام بشه برای اروپا خوب خواهد بود. و انگلستان هم گفته، حتی آقای یونکر گفت، آقای توس گفت که ما تا روز آخر و حتی یک روز بعد همیشه با انگلستان خواهیم بود، و خانم بیم گفت که ما از اتحادیه اروپا خارج میشیم نه از اروپا. یعنی که فکر کنم روابط علمی و روابط اکادمیک بین اینها برقرار خواهد ماند. آقای بقایی، شما قبول دارید که ممکنه اتحادیه اروپا منسجم تر بشه؟ از یک طرف ممکنه منسجم تر بشن، ولی مسلماً از طرف دیگه وقتی که کشورهای دیگه الان میبینن که انگلستان جدا میشه، نمیخوان این جدایی به راحتی برای بریتانیا تموم بشه. اگر ببینن خیلی راحت یک کشور جدا میشه و تموم میشه و کنار میره، بقیه هم به قول معروف هوس خواهند کرد که این کار رو انجام بدن و دنبال اون برن. ولی بایستی دید، حالا همونطور که جناب جهانپور گفتن، آیا این منجر به انسجام میشه و تا چه حد آمریکا واقعا انگلستان رو و بریتانیا رو به طور کلی به بازی خواهد گرفت توی این بازی تجارت و بازی تجارت جهانی. آقای جهانپور، خیلی کوتاه، وقتمون خیلی کمه. آیا این اگر نه پایان بلکه چالش بسیار بزرگ برای چند جانبه گراییه؟
هست. البته یه چالش بزرگتری که هست که هنوز معلوم است که آیا این توافق از پارلمان انگلستان میگذره یا نمیگذره. اگر این شکست بخوره در پارلمان معلوم نیست که آینده چه خواهد بود، چون ممکنه یا مجددا رفراندوم برگزار بشه و یا اینکه انتخابات جدید انجام بشه. سپاسگزارم از میهمانان برنامه، فرهنگ جهانپور تحلیلگر مسائل بریتانیا از آکسفورد و همینطور اینجا در استودیو نامدار بقایی عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا. پس از ماها مقاومت، سرانجام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران رسما پذیرفت که از 5 پیام رسان داخلی حمایت ویژه نکنند، چون کارایی ندارند. البته پیام رسان سروش همچنان مستثنا است. سروش بیشترین کاربر رو در میان کاربران پیام رسان‌های داخلی داره، هرچند در رقابت با شبکه‌های اجتماعی دیگر ناکام مونده. حکومت ایران تلاش میکرد که با جایگزینی پیام رسان‌های خارجی مثل تلگرام با نمونه مشابه ایرانیش کنترل بیشتری بر محتوای اونها داشته باشه. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر. آغاز کوچ کانال‌های اطلاع رسانی دولتی و عمومی به پیام رسان‌های داخلی. مهاجرت از تلگرام با پیدا شدن سر و کله برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی. مدیران پیام رسان‌های داخلی با کلی تبلیغات و سر و صدا گفتند کاربران دولتی و خبرگزاری‌های رسمی ایران از تلگرام به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کردند. پیام رسان سروش پیشرو آنها بود. سروش دقیقاً برای ارتباط نهادها، دولت و کسب و کارهای خدماتی با مردم و بالعکس ایجاد شده. ما انتظار نداریم که کسی بیاد سروش رو جایگزین تلگرام یا اینستاگرام یا کارهای دیگه بکنه. نقش مهم شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات دی ماه 96 باعث بالا گرفتن انتقاد مقام‌های حکومتی از این شبکه‌ها شد. نظر رهبر ایران هم خلاف حسن روحانی رئیس جمهوری بود که گفته بود شیر شبکه‌های اجتماعی را نمی‌بندد. اینی که ما به عنوان این که فضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله را حل نمی‌کنه و منطق درستی هم نیست. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات یکی از مخالفان جدی فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی است، اما سرانجام زیر بار حمایت از پیام رسان‌های داخلی رفت، البته با یک شرط. یک رقابت سازنده و فشرده بین اینا باشه و اونی که بتونه سرویس‌های مناسب‌تر، خدمات بهتر، امنیت مناسب‌تر و در نهایت اعتماد کاربران رو کسب کنه تبدیل میشه به پیام رسان غالب. مدیران پیام رسان‌های داخلی درخواست حمایت‌های همه جانبه دولتی داشتند، اما نتیجه مایوس کننده بود. بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا، از خرداد تا مهر ماه، یعنی در طول 4 ماه، کاربران پیام رسان‌های داخلی کاهش قابل توجهی داشتند. سروش از 13.5% کاربران پیام رسان‌ها به 4.3% رسیده، یعنی بیشترین کاهش. ایتا از 2.9 به 0.9% رسیده. بقیه هم وضع خوبی نداشتند. تازه ترین نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد که بیش از 59% کاربران ایرانی همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند. اینستاگرام با بیش از 17% در رتبه دوم قرار دارد. این در حالی است که کاهش اقبار کاربران به پیام رسان سروش که گفته می‌شد محبوب ترین پیام رسان داخلی است همچنان ادامه داشته و حالا به 2% رسیده. مدیران پیام رسان‌های داخلی می‌گویند وزارت ارتباطات با ایجاد تلگرام طلایی و هاتگرام، یعنی نسخه‌های فارسی تلگرام، عرصه را بر آنها تنگ کرد و باید پیام رسان‌های خارجی فیلتر شوند. اما وزیر ارتباطات در یک گفتگوی تلویزیونی دلایلی را آورده که نشان می‌دهد مشکل پیام رسان‌های داخلی عدم حمایت مالی و فنی دولت نیست، بلکه مشکلات فنی خودشان است که نمی‌توانند میزان کاربران بیشتری داشته باشند. گفتن این شبکه‌های اجتماعی اینجا اومدن گفتن ما همین امروز 40 میلیون مشترک رو میتونیم در واقع پوشش بدیم و خب بالاخره ظرفیت داخلی وجود داره. من اون روز به ایشون گفتم که البته خیلی خوبه اینا اعتماد به نفس دارن، ولی ظرفیتشون 1.5 میلیونه. ایشون از من نپذیرفت. طبیعتاً حوادث دی ماه 96 که پیش اومد، خب تلگرام از دسترس خارج شد، اینستاگرام خارج شد و اومدن سراغ شبکه‌های اجتماعی. به 1 میلیون نرسیده همشون دچار مشکل شد. بعد همون مسئول منو صدا کرد و گفت من به اون حرف اون روز شما امروز در واقع اعتماد پیدا کردم که شما درست میگفتید.
حالا ظاهراً پروژه بومیسازی شبکه‌های اجتماعی با بن‌بست روبرو شده و راه خروج آن هم هنوز ارائه نشده. پروژه‌ای که میلیون‌ها تومان هزینه داشته ولی به جای اینکه شاخ کانال‌های مخالف حکومت در شبکه‌های اجتماعی را بشکند، ظاهراً شاخ خودش را شکسته است. شهریار سیامی، بی بی سی. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از نیویورک همراه ماست. آقای رشیدی، اینکه پیام رسان‌های داخلی موفقیت چندانی کسب نمی‌کنند بحث قابل پیش‌بینی بود، در این مدت هم بارها ازش صحبت شده بود. چه شد که دولت و وزارت ارتباطات راضی شدن که بپذیرن و اعتراف کنن که جواب نداده؟ من فکر می‌کنم که بخشش برمی‌گرده به پلنی، برنامه‌ای که در واقع بعد از دی ماه با فیلتر شدن تلگرام اجرا شد و در واقع وزارت ارتباطات نقش بسیار بسیار موثری رو در اجرا شدن اون برنامه داشت و اون هم این بودش که علارغم اینکه تمام نسخه‌های تلگرام از نسخه اصلی تا سایر نسخه‌هایی که وجود داشت در سراسر دنیا همش مسدود شد به جز نسخه تلگرام طلایی که با داشتن یک ارتباط مستقیم تو شرکت در واقع ارتباطات زیرساخت داره بدون فیلتر به سرویس‌های تلگرام تو ایران می‌پردازه. بنابراین یه بخشیش من فکر می‌کنم که در واقع برنامه بود از این جهت که می‌خواستن مردم رو هدایت کنن به سمت استفاده از اپلیکیشنی که در ظاهر تلگرامه ولی عملاً مقامات ایرانی کنترل کاملی چه از جهت سانسور محتوا و چه از جهت کنترل کردن رفتار و فعالیت کاربرا روی اون در واقع داشته باشن. نکته جالبی اشاره کردیم. برای مخاطبانی که کمتر در جریان اون بخش فنیش هستن، میشه باز کنید که اون بخشی که دولت ایران چطور میتونه اصلا کنترل داشته باشه روی این و چطور جستجوها رو محدود میکنه در این تلگرام طلایی؟ بله، ببینیم، ما دو نسخه تلگرام داریم به نام هاتگرام و تلگرام طلایی که در واقع هر دو یکی هستن، فقط دو اسم متفاوت داره از نظر زمانی، یکی زودتر یکی دیرتر اومد به بازار. تلگرام اصلی به دلیل اینکه اپلیکیشنش روی گوشی‌های موبایل نصب میشه، ما اصطلاحاً بهش میگیم کلاینت، به دلیل که اون اپلیکیشن متن باز هست، یعنی کدش در اختیار همه هست، هر کسی هر جای دنیا میتونه اونو برداره، تغییراتی توش ایجاد بکنه و بعد منتشرش بکنه، این در دسترس در واقع مقامات ایرانی هم بود. شرکتی اومد این کد رو گرفت، محتوا رو، این کدها رو تغییر داد به دو شکل. به شکل اول اینکه در واقع اون کانال‌هایی که مورد پسند مقامات ایرانی نیست، از جمله مثلا کانال بی بی سی فارسی، کانال رادیو فردا، کانال کمپین بین حقوق بشر، کانالایی که فیلتر شکن پخش می‌کنن و امثال اینها رو مسدود کرد. یعنی این کانال‌ها از طریق تلگرام مسدود نشده، از طریق تغییری که در این کد تولید داخل ایران داده شده مسدود شده. از طرف دیگه این تغییرات این امکان رو فراهم میکنه برای اینکه مثلا بتونن کدای تایید هویتی که کاربرها لازم دارن برای اینکه با اون کدها به حساب تلگرامشون وارد بشن رو دریافت بکنه. آخرین تحقیقاتی که یه شرکت وابسته به سیسکو انجام داد نشون میده که حتی این اپلیکیشن ها میتونن صفحات جعلی لاگین ورود به مثلا یوتیوب رو بین کاربرا پخش بکنن. اگه تو توییتر یه ذره بگردی میبینین که یه سری از آدما هستن دارن میگن که کانال ما اینقدر عضو داشت، یه دفعه الان اینقدرش کم شده، یا مثلا من عضو این گروه بودم الان دیگه بدون هیچ در واقع اراده‌ای من عضو اون گروه نیستم. اینها در واقع مدیریتی هست که به شکل نامحسوس کسانی که این اپلیکیشن رو تولید کردن و دارن انجام میدن روی حساب مردم، امنیت حریم خصوصی اونها رو به راحتی ها به خوردن میبرن و پاسخگو به جای هم نیستن. از اون طرف ما از دیدئو هم میشنویم که به یوتیوب طلایی معروف شده. به نظر میاد با این توصیفی که شما کردین، روند و استراتژی سیاست گذاری دولت ایران در زمینه فیلترینگ به طور مجموع داره تغییر میکنه. ببینید، از دیرباز معروف بود که میگفتن روش ایران روش چینی هست. شما اگه تو کشور چین هم ببینید یه اپلیکیشنی شبیه به تلگرام وجود داره که اونا استفاده میکنن، همه مردم استفاده میکنن، دولت با ترفندهای مختلف مردم رو هدایت کرده به سمت اینکه از اون اپلیکیشن استفاده کنن، ویچت، یه چیز شبیه همین تلگرام طلایی، و اونو کنترل میکنه. تو سایر اپلیکیشن ها موتور جستجوشون هم به همین شکل است. شما اگه با موتور جستجوی چینی محتوایی رو جستجو کنی که مورد پسند مقامات نیست، فیلتر میشه. پارسیجوی ایران هم همین کارو میکنه. حالا اومدن یه چیزی هم عرضه کردن که توی یوتیوب و در واقع ویمئو و جاهای از این دست ویدیوها رو سرچ میکنه بدون فیلتر به شما نشون میده. اما اگه مثلا همین شما سرچ بکنید مستند که بی بی سی فارسی راجع به آیت الله خامنه‌ای رهبر، خط و نشان رهبر،
دقیقاً. اگر همون رو شما بخواید ببینید با یک پیغام روبرو میشین، یعنی به شما نمیگه که این نیست یا پیداش نکردم، خیلی صریح و روشن به شما میگه که شما اجازه ندارید این ویدیو رو ببینید. بنابراین ببینید یک رانتی وجود داره که دارن از فیلترینگ استفاده میکنن، طبیعتاً من و شما نمیتونیم از این رانت استفاده بکنیم چون داخل سیستم نیستیم، کسانی که یک ربطی به یه جایی دارن از این رانت استفاده میکنن و آینده یه مقدار ترسناک هستش، به خاطر اینکه شما تصور بکنید امروز یک نفر به دنیا بیاد تو ایران و یه ذره تخیلی این فکرالی فرض کنین اینجوری بشه که به هیچ کدوم از این ابزارهای جهانی دسترسی نداشته باشه، یوتیوبش یوتیوب طلایی ایران باشه، تلگرامش تلگرام طلایی ایران باشه، موتور جستجوش پارسیجو باشه، بعد اینکه مثلا برسه به 19 سال احتمالاً دنیا رو یه جوری می‌بینه که من و شما نمی‌بینیم، به خاطر اینکه تمام محتوا به شکل کاملاً دستبندی شده مشخص با هدف، خیلی وقتا جعلی، خیلی وقتا هدایتشون میکنن به سمت چیزایی که ظاهرا اونی هست که میخوان ولی در عمل داره یه دیتای دیگه که غلط هست رو در واقع ترویج میکنه. ممنونم از فرصتی که ما دادید. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت همراه ما. صدها نفر از هواداران یک فرمانده محلی که امروز در کابل دستگیر شد در بامیان و پایتخت افغانستان تظاهرات کردند. بر اساس گزارش ها پلیس در غرب کابل برای متفرق کردن معترضان از شلیک هوایی و ماشین آبپاش استفاده کرده. دولت افغانستان فرمانده علی پور رو به سوء استفاده از قدرت و همینطور آدم ربایی متهم کرده. فؤاد مسیحا گزارش می دهد. صدای شعار و گلوله در کابل در اعتراض به بازداشت یکی دیگر از فرماندهان محلی. فرمانده علی پور مشهور به قمندان شمشیر امروز صبح در غرب کابل بازداشت شد. به گفته دولت افغانستان به اتهام چند مورد آدم ربایی و آزار و اذیت مسافران. آقای علی پور از جمله شبه نظامیانی است که به نیروهای خیزش مردمی مشهور شدند. نیروهایی که میگویند برای دفاع از ساکنان مناطقشان در برابر طالبان سلاح برداشتند. هر زمانی که دشمن بخواهد که تسلیم به صلح شود، ما احساس زیر کنیم که امنیت و آرامی به وجود آمدند، ما هم سلاح خود را تسلیم. نیروهای ارتش افغانستان دو ماه پیش هم فرمانده علی پور را در ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور محاصره کردند، اما او با کمک مردم محلی توانست از مهلک فرار کند. نیروهای موسوم به خیزش مردمی از لحاظ ساختاری در جمع مخالفان مسلح به شمار نمی آیند، اما دولت افغانستان بعضی از این گروه ها و فرماندهانشان را جزایر قدرت می نامد که از موقعیت و قدرتشان سوء استفاده می کنند. هر نیرویی که تشکیل داده شده در هر جایی که بوده در گذشته ما تجربات تلخ اونا را داریم که اونا بیدادگری کردن، اونا کنترل نشدن، اونا خارج از کنترل بودن، اما امروز نیروهای مقاومت با اون نیروها بسیار فرق دارن. بازداشت فرمانده علی پور واکنش های زیادی به دنبال داشته، از مردم عادی گرفته که او را نماد مقاومت مردمی در برابر طالبان می دانند تا برخی از چهره ها و سیاستمداران شناخته شده هزاره. کریم خلیلی از رهبران هزاره و رئیس شورای عالی صلح افغانستان بازداشت او را اقدامی خشن و نسنجیده خوانده که به باور او راه حل مشکلات امنیتی افغانستان نیست. واقعیت این است که شکل‌گیری هسته‌های مسلح در مناطق اگرچه کار درستی نیست، اما با تأسف واقعیت دیگر این است که واکنشی است در برابر ناتوانایی‌ها و کم توجهی‌های حکومت در مورد حفظ جان و مال مردم. بازداشت فرمانده علی پور اولین اقدام دولت از این دست نیست. ارتش افغانستان نزدیک به 5 ماه پیش هم نظام الدین قیصاری یک فرمانده محلی ازبک را در فاریاب بازداشت کرد با اتهام‌های مشابه با فرمانده علی پور. بازداشت فرمانده قیصاری که از نزدیکترین افراد به ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بود، تظاهرات چند هفته‌ای هواداران او را به دنبال داشت. هرچند با بازگشت ژنرال دوستم از سفری 14 ماهه به ترکیه اعتراض ها هم خوابید، اما خواسته اصلی معترضان که آزادی فرمانده قیصاری بود برآورده نشد. فؤاد مسیحا، BBC. خبرنگار ما علی حسینی از کابل همراه ماست. علی، گفته میشه که نمایندگان معترضا تونستن با سرور دانش معاون رئیس جمهوری دیدار بکنن، مشخصه چه گفته شد در اون دیدار؟ بله،
معاون ریاست جمهوری امروز دو جلسه داشته در رابطه با همین قضیه آقای علی پور، یکی با نمایندگان معترضین و تظاهرات کنندگان. در او جلسه خواسته شده که آرامش خودشان را حفظ کنند و جلسه و قضیه آقای علی پور به طور جدی و اساسی حل و فصل شود. بعد از این جلسه، جلسه دیگری داشته آقای سرور دانش با محمد معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی افغانستان، که نماینده از معترضین هم در این نشست حضور داشته. در اینجا موضوع تفاهم و همکاری دوامدار آقای علی پور با حکومت و نیروهای امنیتی مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده. و در بخشی از جلسه هم با خود آقای علی پور تماس تلفنی برقرار شده و او گفته که هیچگاه مخالف دولت نبوده و نخواهد بود و علاقمندی خودش را برای همکاری و کار با نیروهای امنیتی اعلام کرده. در مجموع در نشست امروز فیصله شده که فردا از نمایندگان معترضین با همکاری آقای علی پور و نهادهای دولتی افغانستان جلسه ای تشکیل شود و این جلسه حل و فصل اساسی موضوع آقای علی پور مطرح کنه و به یک نتیجه برسه. البته این چیز است که امروز مطرح شده و هنوز دقیق مشخص نیست که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا این جلسه برگزار میشه یا به تفاهمی خواهند رسید یا خیر. یک نکته اشاره کردی، گفتی باش تلفنی صحبت کردن، الان آقای علی پور کجاست دقیقاً؟ دقیق مشخص نیست، اما گفته میشه که در یکی از مراکز ریاست امنیت ملی نگهداری میشه. خود آقای علی پور هم در این تماس تلفنی گفته که منصوبین امنیت ملی با او رفتار خوبی داشتن و برخورد خشن و نامناسبی با او انجام ندادن. کمی بیشتر میتونی برام توضیح بدی که چرا اینقدر آقای علی پور دستگیریش جنجالی شده؟ نه تنها فقط آقای علی پور، که یکی دو مورد دیگر هم داشتیم. مثلا چند وقت پیش دستگیری آقای قیصاری، یکی از فرماندهان در شمال افغانستان خیزش‌های مردمی که وابسته است به جنرال دوستم، هم این موضوع بود. موضوع اساسی است که این فرماندهان و قمندان‌های محلی توانستن به طور نسبی امنیت و مکان‌ها و محلات و مناطق و ولسوالی‌هایی را که فعالیت می‌کنند تأمین کنند، از این رو حمایت‌های مردم میره داشتن. حالا این که اینها دوچار و یا نقض حقوق بشر انجام دادن یا ندادن هنوز مشخص نیست. ادعایی است که حکومت افغانستان نسبت به هر دو فرمانده، هم آقای قیصاری و هم آقای علی پور، مطرح کردن که مشخص نیست تا چه اندازه درست است یا نیست، نمیدونه فعلا دقیقاً. ولی این که اینا حمایت‌های مردمی دارن و دلیل عمده‌ای که حمایت‌های مردمی داره این است که امنیت نسبی را در اون مناطقی که فعالیت دارن حاکم کنه و به همین خاطر وقتی که حکومت اینها را بر اساس مسائل حقوق بشری و یا جرایم دیگری اقدام به بازداشت میکنن، حمایت‌های مردمی باعث میشه که به یک مسئله جنجالی تبدیل بشه. ممنونم علی حسینی خبرنگار ما. برنامه رو با چند خبر ورزشی ادامه میدیم. در مهمترین مسابقه این هفته لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در استادیوم آزادی بدون گل مساوی کردند. این ترتیب جایگاه دو تیم در جدول تغییر نمی کند. تراکتور سازی با 23 امتیاز سومه و پرسپولیس با 21 امتیاز چهارم. هرچند پرسپولیس دو بازی کمتر انجام داده. در مسابقه دیگر امروز پدیده سرنشین در مشهد سایپا رو یکی هیچ برد و جایگاه رش رو در بالای جدول محکم‌تر کرد. استقلال تهران هم در اهواز در مقابل استقلال خوزستان 1-0 پیروز شد تا فعلا از بحران خارج بشه. با حمله طرفداران تیم فوتبال ریو پلاته آرژانتین به اتوبوس تیم بوکا جونیورز، فینال جام لیبرتادورس آمریکای جنوبی جنجالی شد. هر دو تیم شهر بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین قرار بود در بازی برگشت فینال مهمترین مسابقات باشگاهی آمریکای جنوبی با هم روبرو بشند. چشم دو بازیکن تیم بوکا جونیورز در این حمله آسیب دید. قرار بود بازی امشب با 24 ساعت تأخیر در یک استادیوم بدون تماشاگر برگزار بشه که البته برای بار دوم هم به تعویق افتاده. مسابقه رفت 2-2 مساوی شده بود. Morris was on him playing him for the step back three. DeAndre will whip it out of the post and Luka's going to have to take the step back three goes under Kyrie. Oh! Luka makes it.
و در لیگ بسکتبال آمریکا دالاس 113 به 104 بوستون رو برد. دالاس که از 5 مسابقه آخرش 4 تا رو برده، امیدواره که با این روند به مرحله حذفی کنفرانس غرب برسه. همینطور در مسابقه دیگر امروز واشنگتن 124 به 114 نیو اورلان رو برد. در جدول غرب گلدن استیت اوله و در شرق تورنتو. کرواسی قهرمان جام تنیس دیویس شد. در فینال این مسابقه های تیم تنیس، کرواسی که با فرانسه بازی میکرد با درخشش مارین چیلیچ اول شد. کرواسی که 2 بازی انفرادی اول رو برده بود و بعد در مسابقه دوبل شکست خورد، با پیروزی چیلیچ مقابل لوکاس پوی 1-3 برنده شد و احتیاجی به مسابقه آخر نبود. و مسابقه های فرمول 1 امسال امروز با جایزه بزرگ ابوظبی به پایان رسید. لوئیس همیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس که قبلا قهرمانیش مسجل شده بود، در این مسابقه هم پیروز شد. در این مسابقه و همینطور در رده‌بندی کلی، سباستیان فتل راننده آمریکایی تیم فراری دوم شد. در ضمن فرناندو آلونسو راننده پرسابقه اسپانیایی و قهرمان سالهای 2005 و 2006 که با ماشین مکلارن مسابقه میداد، از فرمول 1 خداحافظی کرد. پلیس کانادا گزارش کرده بنابر مشخصات مواد مخدر کشف شده در 2 سال گذشته، فنتانیل بدون اینکه مصرف کنندگان اطلاع داشته باشند به اصلی ترین ماده مخدر شبه مورفینی در غرب این کشور بدل شده. فنتانیل که یک مسکن ضد درد بسیار قوی است، طی 2 سال گذشته در 80% از مرگ‌های ناشی از اووردوز یا بیش مصرفی در کانادا نقش داشته. تولید غیرقانونی این داروی شیمیایی که مصارف پزشکی فراوانی هم داره، در 4 سال گذشته هزاران نفر رو به کام مرگ فرستاده. و اونطور که امیر پیام در قسمت دوم مجموعه فنتانیل میگه، این ماده جدید تمام معادله های قاچاق بین المللی مواد مخدر رو به هم ریخته. با این توضیح که در گزارش امیر پیام تصاویری از تزریق مواد مخدر وجود داره که ممکنه برای بعضی از بینندگان آزاردهنده باشه. در کانادا اغلب شهرهای بزرگ مثل ونکوور تشکیلات پلیس خودشون دارند، اما شهرهای کوچک، مناطق دورافتاده و عملیات‌های بین‌المللی رو پلیس فدرال کنترل می‌کنه. اینجا مقر فرماندهی پلیس فدرال کانادا در غرب این کشور. فنتانیل یه داروی قانونیه که در بیمارستان‌ها به ویژه در زمینه بیهوشی کاربرد داره. بحران از اونجا شروع شد که در سال 2014 متوجه شدیم در ونکوور فنتانیل وارد بازار مواد مخدر شده. از اریک بکلر خواستم به هم نشون بده که چطور وقتی قاچاقچی‌ها فنتانیل رو به مواد اضافه می‌کنن، بعضی بسته‌ها باعث اووردوز و کشتن مصرف کنندگان میشه. شکر سفید رو به جای موادی که معمولاً باهاش خلوص ماده مخدر اصلی رو پایین میارن استفاده میکنیم و این شکرای آبی هم مثلا فنتانیل یا مشتقات شبیه اون. قاچاقچی‌ها معمولاً فنتانیل رو 1-100 قاطی میکنن، یعنی مثلاً 1 میلی‌گرم فنتانیل و 100 میلی‌گرم چیزایی که قاطیش میزنن. معمولاً یه بست مواد خیابونی که توش 1 میلی‌گرم فنتانیل داره. قاچاقچی‌ها هم معمولاً با همین مخلوط کنها کار میکنن. ببینید، خیلی سریع میشه تشخیص داد. ببین، این همون جنسه که الان مخلوط کردیم با همون خلوص 1-100. اما مثلا اینجا رو ببین، با همین بغلش مقایسه کن، این تقریبا هیچ شکر آبی توش نیست، در صورتی که این یکی پر از دونه های آبی. این اون بسته ایه که به راحتی مصرف کنندش اووردوز میکنه. حتی با وجود اینکه ما دقیقا 1-100 مخلوط کردیم، اما موضوع اینه که یک میزان پخش نمیشن و یک بسته با بسته دیگه خلوصش فرق میکنه. هروئین 2 برابر مورفین قدرت داره. فنتانیل 100 برابر مورفین قدرت داره. ببین، خیلی کمه. فقط چند تا دونه. خیلی ریزه. اصلا دیده نمیشه. هر جا که بازار مواد مخدر مورفیندار وجود داره، دیر یا زود باید منتظر ورود فنتانیل باشن. چرا؟
قضیه ساده است. موضوع صرفه‌جویی در هزینه است. وقتی قاچاقچی‌ها هزینه ترانزیت بین‌المللی چند کیلو هروئین رو در برابر فقط چند گرم فنتانیل محاسبه می‌کنن، خب فنتانیل خیلی ارزان‌تر در میاد براشون. فرق قاچاق فنتانیل با بقیه مواد اینه که همه میتونن برن تو اینترنت و در اون بخش تاریک وب فنتانیل سفارش بدن. بعدش هم می‌بینیم که فنتانیل رو با استفاده از بیت کوین و این پولای مجازی خرید و فروش می‌کنن که امکان ردگیریش برای پلیس بسیار دشواره. و آخر سر هم از طریق پست میفرستنش. الان دیگه تو ونکوور هروئینی تو بازار نمونده. هرچی هست یا فنتانیل یا مشتقاتش که تو کف خیابون دست به دست میشه. پلیس قبلا به دنبال کشف محموله‌های کیلویی بود، اما حالا فقط چند گرم میتونه صدها بسته بشه و چندین نفر رو بکشه. بخش مهمی از فنتانیل مصرفی تو ونکوور از چین میاد از طریق پست. استراتژی مبارزه با مواد ما میگه هدف ما معتاد نیست، طرف حساب ما قاچاقچیه. البته که معتادا رو هم بازداشت میکنیم، اگه مثلا نزدیک مدارس یا مکانهای عمومی یا مثلا حوالی پارک محل بازی بچه ها مصرف کنن، اما به طور کلی ما اعتیاد روی بیماری میدونیم. تو سال 2006 هم یک دستورالعمل جدید رو برای مواجهه با اووردوز در نظر گرفتیم، برای اینکه مردم رو تشویق کنیم در موقع اووردوز به خط اورژانس زنگ بزنن. قرار شد پلیس در اووردوزهای عادی که مرگی روی نداده به محل نره تا مردم نگران سوء سابقه و اینا نشن. سال گذشته 85% از اووردوزها به فنتانیل ربط داشته. نام دکتر دانالد مکفیرسون را سالها پیش از اینکه به کانادا بیام شنیده بود. او از معماران اصلی برنامه ملی مبارزه با مواد در کانادا است. اون چه در ونکوور داره روی میده شاهد دیگری بر شکست سیاست‌های مقابله با مواده. او این روزها از سیاست‌های جاری مبارزه با مواد مخدر در کانادا به شدت ناراضی است. هزاران نفر دارن بر اثر اووردوز با فنتانیل میمیرن. فنتانیل غیرقانونی. مردم میرن یه ماده مخدر مثل هروئین بخرن، اما در حقیقت اون فنتانیله. بنابراین آدما میمیرن چون نمیدونن چی دارن مصرف میکنن. این نتیجه مستقیم ممنوعیت مواد مخدره که اجازه کنترل کیفی بر بازار عرضه مواد رو نمیده. اون مرز داونتاون ایست سایده. بیشتر قربانیان اووردوز الان زنده بودن. اگه تحت یه سیستم مشخص مواد خودشون رو دریافت و در یک محل ایمن مصرف میکردن. ما هنوز دو پهلو حرف میزنیم. از یه طرف میگیم اعتیاد یه بیماری مزمن و عود کننده است، یک معضل بهداشتی و پزشکیه، اما در عمل چه کار میکنیم؟ پلیس زیاد میکنیم، برخورد قضایی زیاد میکنیم. حالا کار داریم، حتی اینجا تو کانادا که ما در مواردی پیشگام بودیم. هنوز تا تغییر واقعی از نگاه مجرمانه به رو کرده بهداشتی خیلی راه داریم. الان وقتشه که از نو فکر کنیم. آدم ها برای تغییر زندگیشون اول باید زنده بمونن. فردا میخوام از ساکنان این محله و شهردار ونکوور بپرسم که سیاستگذاری های 20 سال گذشته چه تأثیری روی زندگی اونها گذاشته و حالا با اومدن فنتانیل آینده این محله چه خواهد شد؟ چالش بزرگیه. شهر مال همه است، نه فقط پول دارم. من اول یه سرپناه میخواستم تا مجبور نباشم تو خیابون کار کنم، و وقتی اومدم اینجا انگار همه چی افتاد رو غلطک. اولین دستمزدم رو تو این هتل گرفتم وقتی 11 سالم بود. مادرم رو همینجا کشتن. یه جورایی انگار پایان یه دورانه. قسمت دوم گزارش های امیر پیام از کانادا بود. ممنون که در این 60 دقیقه با ما همراه بودید. شب و روز بر شما خوش.